دست آوردن. قبوله؟ آقا این روسی رو یاد گرفتین؟ یه ایکسمون شد منفی 6، یه ایکسمون شد منفی 5. تنها روش حل معادله درجه 2 همینه. خیر، به غیر از این روش 4 تا روش دیگه هم داریم، تو فصل 4 به یاد میدم. به غیر از این روش 4 تا روش دیگه هم داریم. میگه هر دو حالت هم باید بنویسیم یا فقط طبیعی؟ هر دو حالت رو باید بنویسی خانم مریم، هر دو حالت رو باید بنویسی. خب بریم مثال، بریم بازم مثال حل کنیم، بریم بازم مثال حل کنیم. اون قسمت آبی رو یه بار دیگه، کدوم قسمت آبی رو یه بار دیگه؟ وای وای، من نمیدونم شما چرا گیراییتون اینقدر اومده پایین بعضیاتون. آقا دو تا عدد بگو ضربش بشه 60 جمعش بشه 17، ضربش بشه 60 جمعش بشه 17، 5 و 12. از چی کمک گرفتی؟ از دو. این دو رو کجا میذاری؟ این دو رو میذاری پشت ایکسا. تک تک عبارت ها رو مساوی چی قرار میدی؟ مساوی صفر قرار میدی. ایکسا تو به دست میاری. به خدا معادله حل کردن کاری داره مگه؟ دهمی ها، دهمی ها، یعنی اینو بدون، دهمی معادله حل کردن حاصل ضرب دو تا پرانتز شده صفر یا دو ایکس به اضافه 5 صفره، ایکست میشه منفی 5/2، یا دو ایکس به اضافه 5 صفره، ایکست میشه منفی 5/2، یا دو ایکس به اضافه 12 صفره، ایکست میشه منفی 6. اوکی شد؟ خب بریم بعدی. آقا مثال بعدی، مثال بعدی توی کتاب درسیته، داخل فیلم هم حل کردم. گفته در یک الگوی چی؟ در یک الگوی خطی. الگوی خطی خودش گفته، الگوی خطی خودش گفته، گفته TN برابر با AN به اضافه B. گفته جمله چهارم 17، جمله دهم 41. جمله عمومی این دنباله رو پیدا کن. گوش بده قشنگ، روش تستیشو بگم یا تشریحی؟ خب گوش بده ببین، میگه جمله چهارم 17، T4 17. میگه جمله دهم 41، T10 41. خب درست شد. بعد ببین الان تو باید بیای تو الگوی غیر خطی، تو می اومدی A و B و C به دست می آوردی. تو الگوی غیر خطی تو می اومدی A و B و C به دست می آوردی. تو الگوی خطی A و B، تو الگوی خطی A و B، فقط A و B به دست می آوردی. یعنی الان اینجا T4 شده 17، T10 شده 41. اگه خواستی A رو به دست بیاری، اگه خواستی آ رو پیدا کنی، ببین آ، آ شیب خط، میگی تفاضل جملات به تفاضل اندیس ها 24 به روی 6 میشه 4. تفاضل جملات، دستگاه هم میتونیم بریم، دستگاه هم میتونیم بریم. من بچه ها گفتن تستشو بنویس، من تستشو نوشتم، دستگاه هم میتونیم بریم. آره آره آره، دستگاه هم میتونیم بریم. بذار اول اصلا دستگاهشو بنویسم بعد تستیشو بنویسم. صبر کن
بذار دستگاهشو بنویسم بعد تستشو بنویسم، چون شاید معلم مدرسه از شما دستگاهشو بخواد. ببین وقتی تی چهار شده 17، یعنی به جای N باید بذاری 4. در داخل این نگاه کن، در داخل این چیزی که داری نگاه میکنی، به جای N بذار 4. خب پسر خوب، دختر خوب، به جای بذارم 4 چی میشه؟ میشه 4 آه به اضافه B انگار شده 17. چهار آه به اضافه بی انگار شده 17. وقتی تی 10 شده 41، به جای ان بذار 10. ببین هیچ بازی در نیاری، اینجا به جای ان بذار 10. تی 10 برابر با آزد در 10 به اضافه بی، 10 آه به اضافه بی شده 41. به من بگو فهمیدی تا اینجا چیکار کردم؟ همه به من جواب بدن تا اینجا فهمیدین چیکار کردم؟ خب آقا دستگاه باید حل کنی دیگه، آوبی رو باید پیدا کنی. اینجا اگه یادت باشه روش حذفی بود، اینجا مثبت بیه، مثلا میای اینجا رو توی منفی ضرب میکنی. تو رو خدا دستگاه بلد نباشه دیگه هیچی، فاجعه است. نهم یاد گرفتی، بالا رو توی منفی ضرب میکنم میشه منفی 4 آ منهای بی منفی 17. پایینم که خودشو مینویسم، آقا منفی بی مثبت بی ساده میشه منفی 4 آ 10 آ، این دوتا هم با هم جمع و تفریق میکنن چی میشه؟ میشه 6 آ برابر با 41 منفی 17 24. آ میشه چند؟ آ میشه 4. آفرین آفرین غزل. آ رو به دست میاریم جایگذاری میکنیم. آقا آ رو به دست آوردیم، الان فهمیدین همتون، مخصوصا پسرها، پسرها یه خورده قاطی میکنن، الان فهمیدیم ما چجوری آ رو به دست آوردیم. تک تک جملات رو باز کردیم، دستگاه حل کردیم، آ رو به دست آوردیم. همه جواب منو بدن. خب این از این داستان. آقا روش تستیش چیه؟ روش تستیش اینه، تو میخوای آ رو پیدا کنی، بیا بگو اختلاف جملات 41 منهای 17 تقسیم بر 10 منهای 4. برعکس هم میتونی بگی 17 منهای 41 به روی 4 منهای 10. به خدا جواب اینا رو حساب کنی آت میشه 4، آ میشه 4. فهمیدی چی شد؟ اختلاف جملات اون چیزی که تو مخرج می نویسی اختلاف اندیس هاست. پایین اختلاف اندیس ها تو فیلم ها هم گفتم، بالا اختلاف چیه؟ بالا اختلاف جملاته. آره به 17، آره میگیم آقا جمله دهم شده 41، بال مقدار جمله 41ه، مقدار جمله 41ه، مقدار جمله چهارم 17. خب آقا الان فهمیدی آ رو چجوری به دست آوردیم؟ تو میتونی الان آیی که به دست آوردی و داخل یکی از این معادلات، مگه دستگاه حل نکردی؟ آره آیی که به دست آوردی و داخل یکی از معادلات جایگذاری کنی. آقا این آ شده 4، میذارم یا داخل این معادله یا داخل این معادله، فرقی نداره. ببین داخل یه معادله بذار، مثلا داخل 4 آه
به اضافه بی مساوی 17 میذارم. 4 به اضافه بی مگه همون تی 4 نبوده؟ داخل یکی از اون معادلات جایگذاری کن. 4 ضرب دره به آ میدم 4 به اضافه بی شده 17. بی میشه چند؟ 17 منهای 16 میشه 1. بی میشه 1. جمله عمومی من چی میشه؟ تی ان من چی میشه؟ تی ان برابر با آ ان به اضافه بی. تی ان برابر با آ ان به اضافه بی. سوالم جمله عمومیشو میخواستی که به دست آوردی. بچه ها فهمیدین چی شد؟ آقای عرفان خان که جدید اومدی فهمیدی چجوری حل شد؟ آره آره آره، برای روش تستیه باری کلا پار میده. خیلی خوب یادت ها، آفرین. برای روش تستیه میتونی یکی از جملاتو باز کنی، آره جایگذاری کنی. میگه برای تستی چجوری یکو به دست بیاریم. خانم آتنا، الان خانم پارمیدا گفت الان آرو به دست، الان به روش تستیه آرو به دست آوردی 4. خب آتنا گوش بده، نمیخواد دیگه دست و مسکو باز کنی. الان تی 4 یا تی در رو باز کن. مثلا تی 4 رو باز میکنم، تی 4 میشه 4 آی به اضافه بی. بلدی که تی 4 رو باز کنی؟ 4 آی به اضافه بی شده 17. بیا به آ بده 4. 4 ضرب در 4 به اضافه بی شده 17. بی میشه چند؟ 1. میتونیم اول چی رو به دست بیاریم؟ دی. بابا این چرا داره اونجوری میگی؟ این خطیه خانم نفیسه، این خطیه. نفیسه کلن قاطی کرده خطی و حسابیو. این هم مثل همنا، ولی ببین شکل و شمایل فرماش فرق میکنه. باز دارم تأکید میکنم همه تون بریم فیلم ها رو نگاه کنی یه بار دیگه. اونی که نگاه کرده بلده، دمش گرم. اونی که قاطی کرده بره با حوصله از اول فیلم ها رو نگاه کنه حتما. خب بریم مثال بعدی. یه دونه مثال جا داریم ما، یه دونه مثال وقت داریم ما. بریم مثال بعدی. خب جمله اینو دیگه الان بلدی نکنین دیگه بچه ها. جمله عمومی یه دنباله اینه، گفته مشخص کنید کدامین جمله دو می شود. چه جمله ای دو می شود؟ کدامین جمله چه جمله ای دو می شود؟ آقا یعنی الان تو باید بیای 8n2 منهای 2n به اضافه 1 رو مساوی 2 بذاری. 2 رو بیاریم بر یه طرف، کلا باید 0 بشه، میشه 8n2 منهای 2n. 2 بیاد اینور، دو بیاد این بر، منفی دو با یک، منفی یک مساوی با صفره. میام چی کار میکنم؟ این هشت رو ضرب میکنم داخل این، میشه n2 منهای 2n منهای 8 مساوی با صفر. دو تا عدد بگو ضربش بشه منفی 8، جمعش بشه منفی 2. آقا یه n منهای 4ه، یه n به اضافه 2ه، درست شد؟ خب ببین تو چه عددی رو ازش کمک گرفتی؟ 8. 8 رو بذار اینجا، 8 رو بذار اینجا. اگر من بیام 8n منهای 4 رو مساوی 0 قرار بدم، n میشه 4 هشتم، 1 دوم. 8n به اضافه 2 رو مساوی 0 قرار بدم، n میشه منفی 2 هشتم، منفی 1 چهارم. آقا کدوم n رو قبول کنم؟ کدوم n رو قبول کنم؟ 1 دوم یا منفی 1 چهارم؟ کدوم اینو قبول کنن؟ هیچ کدوم، هیچ کدوم. معلم مدرسه اینا رو نمیگه، معلم مدرسه اینا رو رد میکنه. تون تون میاد تو 35 دقیقه کرونایی میاد بهت یه جوری درس میده، خودت هم تعجب میکنی چه جوری. ببین ما الان هنوز که هنوزه تو این 6 جلسه که اومدیم کلا داریم فصل 1 میگیم.
حالا میری خودت میبینی تا چشم هم بذاری معلمت تون تون درس میده، بعد ببین یه خط درس میده بعد میگه برو خودت انجام بده بقیه‌شو، هیچی هم یاد نمیگیری تو مدرسه. پس قدر کلاسای آموزشگاه تو بدون. به خود جدی دارم میگم، چرا میخندی؟ هیچی یاد نمیدم بهتون ها، فقط نگاه کن ببین چه جوری میخوام ماسمالی کنم براتون درسو. خب کتاب هیچی من معرفی نمی کنم. کتاب هیچی معرفه. الان جدگیر میشین استاد کتاب تست چی بگیریم فلان کنیم بهمان کنیم، هیچی هم نمیریم بزنیم. من کتاب هیچی معرفی نمی کنم. برای چی باید بیام کتاب معرفی کنم بعدش نری کتابو حل کنی، کتابو نزنی، یا مثلا بری در طول سال 30-40 صفحهشو بزنی 100 صفحهش خالی بمونه سفید بمونه، بعد برگردی بگی که آره من کتاب خریدم اما وقت نکردم بزنم. برای چی پولتو میبری میدی به کتاب؟ الان که میدونی کتاب کمک درسی چقدر گرونه، حداقل 80 تومن 90 تومن به بالا. کنکوریا که یه جلد کتابشون 140 تومن 150 تومنه، پاسخنامش 90 تومنه، نمیدونم آزمون پلاس داره یکی 50 تومنه، رو هم بذاری میشه 350 تومن 400 تومن پول یک کتاب میشه. بابا مگه قراره با کتاب سطحت بالا بره خانم غزل؟ تو فکر میکنی کتاب معجزه میکنه؟ کتاب کمک درسی سطح تو رو میبره بالا؟ یه جزوه خودمه درسنامه، یه جزوه تسته، همین یه جزوه خودمه یه جزوه تسته. تو اگه فکر میکنی تمام کتابای کمک درسی برات معجزه میکنه، برو 10 تا کتاب کمک درسی ریاضی بخر، خیلی سبز بخر، کلاغ سپید، کرگدن سپید، هرچی دلت خواست برو بخر اونا رو بزن. الان همین کنکوریه خودم رو دارم میبینم دیگه، همین بچه هایی که 99 کنکور دادن تموم شد. یه دانش آموز من داشتم 4 تا کتاب ریاضی خریده بود، 4 تا کتاب ریاضی کمک درسی خریده بود، مهر و ماه نمیدونم کتاب فار آزمون خریده بود، 4 تا کتاب کمک درسی خریده بود، رفته بود سر جلسه میگفت ای اینا این که سوالایی که اومده چرا تو کتاب های کمک درسی نبوده؟ بچه ها خانم غزل، بچه ها دیدتون رو عوض کنید، سعی کنید مفهومی یاد بگیرید، مفهومی یاد بگیرید. به این فکر نکنید کتاب بخرم بیارم منو میسازه معجزه میکنه. باید خودت از خودت کار بکشی، سوالای جزوه منو حل کنی. یه جزوه تستم یکی دو هفته دیگه آماده میکنم بهتون میدم، اون تستا بخششو خودم حل میکنم، بخشو تو حل میکنی. چرا باید دارم کتاب کمک درسی به تو معرفی کنم؟ پاسخ تشریحی هم داره، اصلا یعنی چی آخه؟ چرا؟ ببین سوالات این جزوه درسنامه هم و سوالات جزوه تست هم کافیه، سوالات جزوه درسنامه هم و سوالات جزوه تست کافیه. آقا دهمی چرا جذبگیر میشی من نمیدونم کنکوری چیز کنم؟ بابا لعنتی کنکور 99 ثابت کرد باید مفهومی درس بخونی. از 30 تا سوال رشته تجربی، از 30 تا سوال رشته تجربی بیشتر از 4-5 تاشو نمیتونستی با روش تستی بری، بقیهشو باید حل میکردی. هیچ تست ریاضی بدون حل نیست. به خاطر خودتون دارم میگم. آقا من میگم من که معرفی نمیکنم، چون کلاسمونم آنلاینه، تایممونم کمه، ما اینجا وقت نداریم بیایم مثلا من میگم برو کتاب مهر و ماه بخر بیا اینجا تستاشو بزنیم. اینجا یا علی مدد ما درسمونو بدیم داخل کانال، یه چند تا فیلمم بذارم نگاه کنین تمام شده رفت. اینه کلن داخل کانال یه چند تا تست حل کنم تمام شده رفت. آها رشتتون رو نپرسیدم. خب الان اونایی که ریاضی هم کدوم ها؟ ریاضی ها رشته هاشون رو بگم. ریاضی ها ریاضی فقط یه نفر؟ ارشیا، نفیسه، حسنا، علیرضا. آها خب ببین دانش آموز رشته ریاضی یادت باشه
تو توی کنکور نظام جدید تو رشته ریاضی 55 تا سوال ریاضی برات میاد، 38 تاش هندسه است، هندسه و گسسته، 17 تاش میشه ریاضی دهم و حسابان، نزدیک به 72% میشه هندسه تو کنکورت، نزدیک به 28% میشه ریاضی دهم و حسابان 11-12. درس هندسه تو خوب بچسب، رشته ریاضی درس هندسه تو خوب بچسب، رشته ریاضی، رشته تجربی هم که تو کنکور، رشته تجربی هم که تو کنکور نظام جدید 30 تا سوال ریاضی میاد، باید دهم و یازدهمشون مفهومی بلد باشه، لعنتی باید مفهوم بلد باشی دهم یازدهم. فکر نکن بری کتاب کمک درسی بخری معجزه میکنه. اگه قرار بود همه با DVD و لوح فشرده و نمیدونم اینایی که تو تلویزیون تبلیغ میکنن عدد دو رو به سامانه فلان بفرست بیا رایگان فلان پکیجمونو بدیم، اگه قرار بود با DVD و لوح فشرده و خیلی چیزای دیگه همه بیان برن رتبه برتر کنکور بشن که تا الان همه با خرج چقدره مگه هزینه 400-500 هزار تومان نهایت 1 تومن میرفتن رتبه برتر میشدن. حواست باشه، ببین خودت باید از خودت کار بکشی، معلم زحمتشو میکشه تو باید دوبلش زحمت بکشی. خب سوالی، صحبتی، سخنی نیست بچه ها. هندسه گسسته خیلی مهمه. خب شما دهمی حتما کلاس هندسه بنویس، هندست از پایه ساخته بشه. ریاضی ها رو دارم میگم، ما بچه رشته ریاضی تجربیه که هندسه زیاد ندارن، بچه های ریاضی رو میگم. خب باز دارم تأکید میکنم تا هفته آینده تمام فیلم های داخل کانال رو نگاه کن که من اومدم اینجا، بریم فقط سوال حل کنیم، 2 ساعت درس ندیم، سوال های جزوه رو حل کنیم تمام شه. تکلیف نمیخواد، همون بریم فیلم ها رو نگاه کنیم، بریم فیلم ها رو ببینیم. الان خیلی هاتون اینجا فیلم ها رو نگاه نکرده بودیم، بغیر 5-6 نفر بقیه کلن تقریبا مغریبا نداریم، همه رو برو کامل نگاه کن. هفته بعد اومدم من میخوام سوال های جزوه رو حل کنم، مثالاشو میخوام حل کنم. خب آقا همگی خسته نباشید، امیدوارم که کلاس امروز براتون مفید بوده باشه، براتون آرزوی موفقیت دارم و خدا نگهدار. سه رو یه بار دیگه توضیح میدم همه توجه کنن. میدونم میفهمم به قرآن. آره با میگم که شات بگیرید، الان شاتتون رو بگیرید، الان شاتتون رو بگیرید. اینجا رو نگاه کنی، من گفتم اگر اینجا تعادل باشه، اینجا چیزی که به ما داده بار قطر تعادله، اینجا چیزی که به ما داده بار قطر تعادله. خب با دارم میگم آقا، دوباره دارم میگم، دارم میگم وای میگه بار قطر تعادل رو داده. من میدونم بارای کناری تعادل با هم برابرن، یعنی این هویجایی که براتون کشیدم بارای قطر تعادل با هم دیگه برابرن، بارای کناری تعادل. و گفتم بار قطر تعادل یعنی 8، بار قطر تعادل یعنی 8 میشه منفی 2 رادیکال 2 تا بارای کناری. بار قطر تعادل میشه منفی 2 رادیکال 2 تا بارای کناری. بار قطر تعادل میشه منفی 2 رادیکال 2 تا بارای کناری. که بارای کناری کیان؟ بارای کناری من همون هویجان.
حالا من میام میگم منفی 2 رو با مثبت 8 میزنم میمونه منفی 4. حالا از اینجا من میام میگم هویج من میشه عدد معلوم، عدد معلوم یعنی منفی 4 تقسیم بر ضریب مجهول. البته دیگه منفی رادیکال 2 نداره ها، یه لحظه وایسی، ضریب مجهول تو منفیشو زدم، منفیشو زدم، حواسم نبود، منفی دیگه نداره، منفیشو قبلا ساده کردم دیگه منفی نداره. تقسیم بر ضریب مجهول، عدد معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، که از اینجا اگر من بخوام سوالمو حل بکنم چه اتفاقی میفته؟ من میام صورت و مخرج رو ضرب در یه دونه رادیکال 2 میکنم، صورت ضرب در رادیکال 2، مخرج ضرب در رادیکال 2، که از اینجا رادیکال 2 با رادیکال 2 میشه 2، رادیکال 2 با رادیکال 2 میشه 2، 2 با این ساده میشه میشه 2، میشه منفی 2 رادیکال 2، منفی 2 رادیکال 2. اینم از این. سوال بعدی رو برم، این سوال، سوال 2، سوال بعدی رو بگم، سوال 2 گوش بدید. من میام چی میگم؟ من میام میگم در اینجا گفته این تعادله، بار قطر تعادل، بار قطر تعادل میشه منفی 2 رادیکال 2 تا بارای کناری. خب من اینجا می نویسم میگم بار قطر تعادل، بار قطر تعادل میشه منفی 2 رادیکال 2 تا بارای کناری، بار قطر تعادل میشه منفی 2 رادیکال 2 تا بارای کناری. حالا اگر من بخوام مسئله‌مو حل بکنم رادیکال 2 رو با هم ساده میکنم، از اینجا علامت سوال من میشه 20 به روی منفی 2 که جوابتون میشه منفی 10، میشه 20 به روی منفی 2 که جوابتون میشه منفی 10، یعنی اینم میشه منفی 10، یعنی اینم میشه منفی 10. میخواید اسکرین بگیرید اسکرین بگیرید، میخواید اسکرین بگیرید کلا از همش یه اسکرین بگیرید سریع سریع. میخوام درس جدید شروع کنم، سریع میخوام درس جدید شروع کنم. بدو عزیز دلم، خب درس امروزمون، درس امروزمون همه سر بالا، درس امروزمون راجع به یک چیز بسیار مهمیه به اسم میدان الکتریکی. میدان الکتریکی، یه دقیقه چت نکنی اینجا رو نها کن. میدان الکتریکی رو با این نمایشش میدم، میدان الکتریکی رو با این نمایشش میدم. پس میدان الکتریکی یا ای درس امروز ماست. فرض کنید اینجا کره زمینه و فرض کنید اینجا یک باره، پس این ور کره زمین رو داریم و اون ور بار داریم. خوب گوش بدید ببینید بنده دارم چی عرض میکنم خدمتتون. زمانی که من بخوام مسئله رو حل بکنم چی میگم؟ لطفاً خوب توجه کن. من میگم زمین در اطراف خودش، زمین در اطراف خودش یک خاصیتی داره، زمین در اطراف خودش یک خاصیتی داره که به این خاصیت اصطلاحاً میگن جاذبه. پس زمین در اطراف خودش یک خاصیتی رو داره که به این خاصیت میگن جاذبه زمین.
میگن جاذبه زمین. جاذبه زمین داستانش چیه؟ جاذبه زمین اینجا جاذبه خیلی زیاده، هر چقدر که دورتر و دورتر و دورتر و دورتر بشیم جاذبه‌مون کمتر و کمتر و کمتر میشه، تا وقتی که به فضا میرسیم جاذبه‌مون میشه صفر. گرفتی چی شد؟ گرفتی چی شد؟ حالا اگر ما یک بار رو در نظر بگیریم، بار منم در اطراف خودش یک حریمی رو ایجاد میکنه، یک محدودهی رو ایجاد میکنه که اگر بار دیگری وارد این حریم و محدوده بشه بهش نیرو وارد میکنه، اگر بار دیگری وارد این حریم و محدوده بشه بهش چی وارد میکنه؟ نیرو وارد میکنه. یعنی اگر من یک بار دیگری رو مثلا مثل این سویچ، اگر من بخوام، یعنی نسبت به چی شده یه بار دیگه میگه چی؟ میگه یعنی زمین نسبت به اشیاء فضا جاذبه نه اشیاء فضا جاذبه. چرا دیگه؟ چرا جاذبه داره، ولی من میگم نسبت به چیزای کوچولو دیگه جاذبهش انقدر ضعیف میشه در نظر نمیگیریم، نسبت به انقدر جاذبهش ضعیف میشه که دیگه در نظر نمیگیریم. یعنی اگر من بیام یک جسمی رو بذارم اینجا، اگه من یک جسمی رو بذارم اینجا، یه باری رو بذارم اینجا، دیگه جاذبه زمین بهش وارد نمیشه، جاذبه داره، اینقدر ضعیفه در نظر نمیگیریمش. مریم حالا اینجا رو نگاه کن، یعنی اگر من بیام یک بار رو بذارم اینجا، این دوتا به هم نیرو وارد نمی کنن، چون این دیگه توی این محدوده قرار نداره، ولی اگر بذارم اینجا یعنی هرچی از مرکز دور میشیم جاذبه کمتر میشه. آره، هر چقدر از مرکز زمین دورتر میشید جاذبه زمین کمتر میشه. جاذبه زمین نیکا رو سطح زمین، جاذبه زمین رو سطح زمین برابر با 9.8 که ما تقریبا 10 در نظر میگیریم. جاذبه زمین در جاهای دیگر متفاوت خواهد بود، جاذبه زمین در جاهای دیگر متفاوت خواهد بود. یعنی اگر من بیام یک باری رو بذارم اینجا، دیگه به هم نیرو وارد نمی کنن، چون خارج فضای هم قرار دارن. اگر بیاد اینجا بهش نیرو وارد میکنه. میفهمید دارم بهتون چی میگم؟ همه فهمیدن؟ پس حریمی که دور بار ایجاد میشه، حریمی که دور بار ایجاد میشه دقیقاً بهش میگن میدان الکتریکی. تو علوم سال نهمتون هم داشتید. حالا اگر من بخوام اینجا سوالم رو حل بکنم باید چه بگویم؟ میگم اینجا میدان همینه، هر چقدر که از بارتون دورتر بشید این میدان ضعیف و ضعیف‌تر میشه، تا اینجا دیگه یه میدان چوسکی میبینید که انگار صفره، انگار نه انگار که وجود داره. پس شما میگید میدان هم یه چیزی شبیه به جاذبه. حالا اگر ما بخوایم میدان رو محاسبه بکنیم، میدان چی؟ نه ببین، ربطی به جاذبه نداره ها، یه دقیقه گوش بدید ربطی به جاذبه نداره ها. من زمین رو برای شما مثال زدم، گفتم بار شبیه به زمینه، اصلا ربطی ندارن به هم. گفتم میدانی که در اطراف بار ایجاد میشه شبیه به گرانشیه که در اطراف زمین ایجاد میشه. اینا هیچ ربطی به هم ندارن ها، اینا هیچ ربطی به هم ندارن. میفهمید دارم چی میگم؟ بچه ها تا اینجا رو همه فهمیدن؟ کسی اگر سوال داره الان بنویسه، کسی سوال داره بنویسه سریع، کسی سوال داره بنویسه.
همه اوکی هن اگه اوکی بنویس اوکی بجام خب گوش بدید گوش بدید میدون از چه رابطه‌ای به دست میاد؟ میدان در اطراف یک بار از رابطه کا کیو به روی آر دو محاسبه میشه که کا همون ثابت کولونه، یعنی 9 ضرب در 10 به توان 9 بار کیو باره، بارتون باید بر اساس کولون باشه، آرتون فاصله است، فاصلتون باید بر اساس متر باشه. آقای عابد اگر بارای ما بر اساس متر و کولون بود، فاصله ما بر اساس سانتی متر بود، باید کارو 90 بذارم. خیر خیر، اینجا دیگه این کارو نمی کنید. یادتون باشه در بحث میدان هیچگاه کای شما 90 نیست، باید حتما تبدیل واحد انجام بدید، باید حتما حتما یقینا باید تبدیل واحد انجام بدید. اینجا یه دونه می نویسم براتون بفهمید، بعدش بریم سراغ جهتش. توجه کن، میگه اینجا بارمون 2 نانو کولونه، بگو خب. اینجا فاصلمون 2 متره، بگو خب. بعد میگه میدان اینجا چقدر میشه. این اولیش. بعدیشو نگاه کن، میگم در بعدیش بارمون رو داده 5 میکرو کولون، فاصلمون رو داده 2 سانتی متر. به خدا برمیگردم اسکرین میگیرید، نگران نباشید. به ما میگه میدان رو اینجا حساب کنید. میگه میدان در نقطه های M، میدان در نقطه های M رو میگه برا ما بیا حساب کن. باشه الان براتون حساب میکنم. نگاه کن آقا جون، نگاه کن آقا جون، من میام میگم این مساوی میشود با کا، یعنی 9 ضرب در 10 به توان 9 ضرب در کیو، یعنی 2 نانو کولون. 2 نانو کولون، نانو چیه؟ نانو 10 به توان منفی 9، پس 2 نانو کولون، 2 ضرب در 10 به توان منفی 9 کا کیو به روی آر 2 منفی 9 با مثبت 9 میره، جواب میشه 18/4. 18/4 هم میشه 4.5. 18/4 هم میشه 4.5. این میشه اولیش. توی دومیش اگر بخوام میدان رو حساب بکنم، اینو مساوی میشود با کیو. ببین نمیگم منفیه، ببین نمیگم میکرو کولون سانتی متر کارو 90 بذارم، اما غلط میکنم همچین کاریو بکنم، بیجا میکنم همچین کاریو بکنم، هر کی این کارو کنه فلفل تو دهنش میریزم. پس میشه کا کیو به روی آر 2، آرمون چیه؟ 2 سانتی متر که به توان 2 میرسه. 2 سانتی متر یعنی چی میشه بچه‌های عزیز؟ میشه 45 ضرب در 10 به توان 3. 45 ضرب در 10 به توان 3، اینم به توان 2 میرسه، میشه 4 ضرب در 10 به توان منفی 4. 4 ضرب در 10 به توان منفی 4 جواب چی میشه؟ جواب میشه 45/4. 45/4 چی میشه؟ 45/4 میشه 11/25 اگه اشتباه نکنم، 11/25 ضرب در 10 به توان 7. فهمیدید؟ آره؟ بچه ها فهمیدید؟ عزیزای دلم فهمیدید؟ فهمیدی بابا جون؟ آقا فهمیدی یا نه؟ ای بابا. خب حالا عرض شود خدمتتون که عرض اینو میخواید اسکرین بگیرید، اسکرین بگیرید.
میخواید اسکرین بگیرید، اسکرین بگیرید. بس اسم بزرگترش کنم. خب بریم. 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 آقای عابد، آقای عابد، گوش بده، گوش بده اینجا رو. متوجه هم. خب ما الان میخوایم بگیم که آقا جون میدان الکتریکی یک کمیت برداریه. یعنی چیه کمیت برداریه؟ یعنی علاوه بر اندازه، علاوه بر اندازه دارای جهت هم هستش که اندازه من از رابطه کاکیو به روی آر دو حساب میشه. جهت من چجوریه؟ الان میگم. آفرین. نه الان میگم. جهتش چجوریه؟ جهتش اینجوریه. برای محاسبه جهت دو تا راه بهتون میگم. میدان از بار مثبت خارج میشه. میدان از بار مثبت خارج میشه و میدان به بار منفی وارد میشه. پس میدان از بار مثبت خارج میشه و میدان از به بار منفی وارد میشه. پس از مثبت خارج به منفی وارد. یعنی اگر من اینجا یک بار مثبت داشتم از مثبت خارج میشه و اگر اینجا یه بار منفی داشتم به منفی وارد میشه. یعنی شکل میدان اینجوریه. نگاه کن، این برابر مثبت، این برابر مثبت، ببین داره ازش خارج میشه. و این برای بار منفی، این برای بار منفی، این برای بار منفی. نگاه کن داره به منفی وارد میشه. تا اینجا رو همه فهمیدن؟ بچه ها تا اینجا رو همه فهمیدن؟ بچه ها بچه ها دیگه خیلی داره دیگه میاد ها. فهمیدید چی میگه؟ اصلا هستید؟ آه اوکی اوکی، همش اومد، همش اومد. حالا من این راه حل رو نمیپسندم، من این راه حل رو اصلا نمیپسندم برای اینکه بخوام مسئله ای رو حل بکنم. من چه راه حلی رو میپسندم؟ خوب گوش بدید. فرض کنید الان اینجا یه بار مثبت دارم، خب، و اینجا یه بار منفی دارم، خب. و میگم میدان، خطوط میدان دیگه، جهت خطوط میدان. مگه نگفتم کمیت میدان برداریه؟ مگه نگفتم کمیت میدان برداریه؟ پس ما میگیم چی؟ میگیم فلش‌های میدان، خط‌های میدان از مثبت خارج میشه به منفی وارد میشه. اینجوری آم متوجه هم. اینجا رو نها کنیم. الان اگر من بخوام مسئله رو حل بکنم چه اتفاقی میفته؟ اگر من بخوام مسئله پرید کلن پریدیم؟ پایی چی نیست؟
ای وای نه بابا این بندی کمی کرک نشده که، فقط 10 دقیقه اول گرفت. چیکار کنی؟ اه؟ خدا رو شکر ترسیدم از ولی این کرک نشده، 10 دقیقه میگیره. خیالتون نسبت به این راحت نباشه، چون بعد 10 دقیقه بیاد بیرون. خب دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. بلدم اوکی دیگه اینجا بعدش. مرسی. خب بچه ها گوش بدید، یه لحظه گوش بدید. آقای چی نشد؟ آقا برگشت. آقا برگشت. آقای چی نشد؟ گوش بدید. آقا اومد دوباره. آقا اومد. نها کنید. به ما میگه میدان در نقطه امو به دست بیارید. اگر من میدان چند تا بار رو تو نقطه ام بخوام، اگر من میدان چند تا بار رو تو نقطه ام بخوام، باید بیام در نقطه ام یه بار مثبت فرض کنم. آقا جون همیشه بار مثبت فرض میکنین؟ بله. یعنی نمیتونم بار منفی فرض بکنم؟ خیر، همیشه همیشه باید بار مثبت فرض. آه صدا میگه، صدا اوکی میگه، صدا میگم اوکی میشه، صدا اکو میشه. میگه چی میگه؟ آره میفهمم، میفهمم صدا دوتاست. الان صدا چند تاست؟ الان صدا چند تاست؟ اینو بستم درسته؟ الان صدا چند تاست؟ یکیه. خب بریم. اوکی 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 متوجه میشم. آره همیشه بار مثبت فرض میکنیم. بله گفتم اگر جایی از شما میدان رو بخواد، شما تو نقطه داده شده یه بار مثبت فرض میکنید. همیشه بار مثبت فرض میکنید، همیشه بار مثبت فرض میکنید. بعد اینه نیرو مسئلتون رو حل میکنید. یعنی چی؟ یعنی میگم منفی مثبت رو جذب میکنه، پس میدان آبیه به این سمته، و میگم مثبت مثبت رو دفع میکنه، یعنی به این سمته. منفی مثبت رو جذب میکنه، مثبت مثبت رو دفع میکنه. منفی مثبت رو جذب، مثبت مثبت رو دفع. جهت رو اینجوری تشخیص میدم. همه فهمیدم من چی گفتم؟ دوباره از اول گفتم دیگه نیکا، گفتم هر موقع میدان توی نقطه رو بخواد، تو نقطه خواسته شده یه بار مثبت فرض کن، بعد بگو مثبت مثبت رو دفع، منفی مثبت رو جذب. این نیرو همیشه مثبت فرض میکنیم، همیشه مثبت فرض میکنیم. حله؟ خیلی خوب. مثالشو دیگه این هفته نمیرسیم، تا چهاریم دیگه درسته؟ این هفته بهتون تکلیفشو میگم که چی حل کنید. بله دست علی، یاد شما، خدا نگهدار شما، خداحافظ. چون اینو گذاشتیم تستای تکمیلیه که تمامی بچه هایی که ثبت نام کردن و در کلاس حضور دارن و تمام اونایی که بر اساس پنل شخصی وارد کلاس آنلاین میشن موظفن که عرضم به حضورتون تستای مربوط به گزاره رو تا جلسه بعد حدوداً 200 تاست، یه چند تاشو حل میکنیم، یه چند تاش تکراری، نزدیک به 180 تا تست میشه. برای جلسه قبل، یعنی تا قبل از جلسه بعدی، این تستا رو همه رو حل میکنید و برای من ارسال میکنید. تا قبل از جلسه بعدیمون هفته آتی تمام این تستا تا اونجایش که حل میشه حل شد. هیچی.
از اونجا به بعد هر چیش حل نشد فقط بحث گزاره ها. یه چند تا دونه سوال از استدلال اون اواخرش هست، اونو نگه دارید برای جلسات و جلسات بعدی که با هم کار داریم. پس چی شد؟ بچه‌هایی که از طریق ادوب کانکت وارد میشن، بچه‌های کلاس، اونایی که پنل شخصی دارن، توی پنل شخصشون این جزوه رو گذاشتیم، تستا رو همه رو حل میکنن، از حلشون عکس میگیرن برای من ارسال میکنن به عنوان تکلیف جلسه بعدی میشه. بدون استثنا حداقل 70-80 درصد تستا رو باید بزنید، یعنی بالای 140 تا تست ازتون میخوام حواستون باشه. بریم ببینیم چی به چی. یه چند دونه تست بزنیم. خب یکی من کچکش کنم. زیاد شد. خب شروع کنیم چند تا تست بزنیم. میگه اگر پی گزاره دلخواه باشد، ارزش کدام گزاره همواره درست است؟ با پی و نقیضش کار داشته. کجا همواره درسته؟ آفرین، پی یا نقیض پی، هر گزاره یا نقیضش همواره درسته، یعنی گزینه 3. تمام، برو بعدی. چند مورد از موارد زیر صحیح هست؟ بچه در مورد گزاره ها صحبت کرده. ترکیب شرطی فقط وقتی نادرست است که مقدم درست، تالی نادرست باشد. درست آنگاه نادرست میشه نادرست. این درسته. هیچ. ترکیب دو شرطی به انتفاع مقدم درست است. اصلا انتفاع مقدم فقط در ترکیب شرطیه. در ترکیب دو شرطی انتفاع مقدم نداریم. پس این میشه نادرست. ترکیب فصلی فقط وقتی نادرست است که هر دو گزاره نادرست باشد. نادرست یا نادرست میشه نادرست. این هم درسته. ترکیب عطفی فقط وقتی درست است که هر دو گزاره درست یا هر دو گزاره نادرست باشن. بچه ها نادرست و نادرست میشه چی؟ نادرست. پس این قسمتش خراب کرد. پس این هم میشه نادرست. چند تا از این چهار تا جمله درست بود؟ دو تا. سوال بعدی. سوال 3. خب گزاره این معادل کدام یکی از گزارهای زیر است؟ قاعده دمورگان. قاعده دمورگان چی میگه؟ نقیض پی و کیو میشه نقیض پی یا نقیض کیو. نقیض پی یا نقیض کیو. گزینه 4. تموم شد. سوال 4. گزاره این چه زمانی درست است؟ خب چون نقیض داره بچه، این کی نادرسته؟ ترکیب فصلی کی نادرسته؟ ببین چه جوری حل میکنم. میگه که گزاره نقیض پی یا کیو کی درسته. من اگه نقیضش رو حذف کنم میشه پی و کیو. پی یا کیو نقیض هستن. این گفته کی درسته، تو بگو این کی نادرسته. ترکیب فصلی کی نادرسته، پی یا کیو کی نادرسته؟ زمانی که جفتشون نادرست باشن. الان دیگه دستت راه افتاده، میتونی چه جوری قشنگ راحت تستا رو بزنی. برو بعدی. کدام گزینه نادرست است؟ به بررسی استدلال ها منطق گفته میشود. درسته. ریاضیات دستور زبان منطق ریاضی است. منطقدانان بسیار کمتر از دیگران در استدلال اشتباه میکنند. کاربرد منطق تشخیص اعتبار استدلال است. این درسته، این درسته. پس یک درسته، اینم درسته، اینم درسته. اما ریاضیات دستور زبان منطق ریاضی است، برعکس منطق ریاضی دستور زبان ریاضی. این با جاشون عوض میکرد. پس گزینه ای دو. خب من 5 تا تست براتون حل کردم. زحمت بقیه تستا به عهده خودتون. برای جلسه بعد الزام تمام بچه هاست برای جلسه بعد همش رو حل کنید، برای من بفرستید. بچه های کلاس آماده باشید، انشاءالله تو مرداد ما آزمون های آنلاینمون هم استارت میخوره. پس اینا رو که تکلیفاتون رو انجام میدید برای جلسه بعد، انشاءالله توی مرداد ما هم بچه ها جزوتون دیگه به این صورت پنلتون قرار نمیگیره. جزوه داخل آموزشگاه موجوده، در مرداد ما کاراش رو انجام میدیم. حالا بحث تایپش و پرینتش اینا همش انجام میشه. جزوه مدون در اختیارتون قرار داده میشه که طبق جزوه حرکت کنیم. دیگه نیاز نباشه اینجوری اذیت بشید و بخواید بعضی چیزا رو بنویسید، حالا تو برگه های دیگه بعد بگردید دنبالش ببینید
کجا نوشتی. پس توی مرداد ماه دو تا اتفاق مهمی که تو برنامه‌مون بود حتما انجام میشه و صورت میپذیرد. اون دوتا هم یکیش آزمون‌های آنلاین بود و دومیش هم جزوه است که جفتش انشالله آماده میکنیم و حالا اونه که جزوه رو میاد از آموزشگاه تهیه میکنید، آزمون آنلاین هم خودم باهاتون هماهنگ میکنم که چجوری و به چه صورت، حالا با یوزر پسوردی که در اختیارتون قرار میدم شرکت کنید. خب امیدوارم که از جلسه امروز نهایت استفاده رو کرده باشید. دیدید امروز گزاره‌ها و ترکیبشون رو با هم بررسی کردیم و چند تا نکته‌های تکنیکی تاکتیکی خوب یاد گرفتید برای اینکه مسائل رو حل کنید. دو تا سوال هم از 98 بود، یکی داخلی که خارج هم با هم بررسی کردیم در همین مبحثی که وجود داشت. خب شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم، امیدوارم که هر جا هستید اول تن خودتون و خانواده‌تون سالم باشه و بعدش هم همیشه و همه جا سوار بر موج موفقیت باشید. خدا نگهدار، با امید دیدار.